بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا فما لکم فی المنافقین فئتین و الله ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل الله و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. مسئله معاد چون خیلی مهم است، قرآن کریم با تعبیرات گوناگون درباره او سخن میگوید که نمونه های از آن در بحث قبل به عرض رسید. گاهی خود خدا برای حقانیت معاد سوگند یاد می کند، به خودش قسم می خورد که معاد حق است، و گاهیم به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور می دهد که به خدا قسم بخور، بگو به خدا قسم معاد حق است. بعد از اثبات معاد از راه برهان عقلی، از راه نقل هم کمک می گیرم، چون مهمترین مسئله اخلاقی مسئله معاد است نه مسئله مبدا. خدا را خب همه قبول دارن، همه مشرکین خدا را قبول دارن، هرگز اعتقاد به خدا آدم را نمی سازد. همه مشرکین خدا را قبول داشتن، خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتن، این یک مرحله. خدا را به عنوان خالق قبول داشتن، این مرحله دوم. خدا را به عنوان رب العالمین که کل جهان را تدبیر می کند قبول داشتن، این سه مرحله که همه اینها را اقرار داشتن، که فرمود از اونها سوال بکنید من یدبر الامر من السماء الارض یا من یدبر السماوات والارض لیقولون الله. اون چی که مشکل جاهلیت بود این است که خدا را به عنوان رب انسان، رب حجر و مدر، به عنوان ربوبیت‌های جزئی قبول نداشتند. می‌گفتند این کارهای جزئی به دست ارباب متفرقون است، که این بت‌ها مجسمه اون ارباب است. بعدن عوام از جاهلیت این بت‌ها را تکریم می‌کردند. حالا یا می‌گفتند کار به دست ارواح است، گاه کار به دست فرشته هاست و مانند اون. برای اون فرشته‌ها یا ارواح یا قدیسین بشر پیکرهایی ساختند، اونها را احترام کردند، کم کم به دست عوام افتاد و همین بت‌ها را عبادت می‌کردند. صرف اعتقاد به خدا در مشرکین هم بود و هرگز سازنده نیست. اگر انسان خدا را با اسمای حسناش قبول داشته باشد، یعنی خدا واجب الوجود هست یک، خدا خالق کل هستی هست دو، خدا رب کل هستی و مجموعه نظام است سه، خدا تدبیر و ربوبیت امور جزئی را هم به عهده دارد چهار، تنها معبودی که مشکل انسان را حل می کند و باید حرف او را شنید یعنی توحید عبادی، اونم خداست، این پنج. این چهارمی و پنجمی مهم است، وگرنه همه مردم جاهلی خدا را قبول داشتن. خب خدایی که کاری با آدم نداشته باشد، آدمم با او کاری نداشته باشد، خب این رو همه مشرکین قبول دارن دیگر. اما خدایی که از آدم مسئولیت بخواد، حسابرسی بکند، قانون بفرسته، تکلیف کند و از انسان سوال بکند، این است که انسان را می سازد. یعنی عقیده به معاد است که می سازد، نه عقیده به مبدا. البته عقیده به معاد فرع بر عقیده مبدا است، وگرنه همه مشرکین خدا را قبول داشتند. خب خدایی که کاری با آدم ندارد، قانونی بر آدم نمی فرستد، حساب و کتابی هم با آدم ندارد، بعد از مرگ خبری هم از حساب و کتاب نیست، خب یه همچه خدای رو همه بت‌پرستا قبول داشتن دیگه. و اینکه سازنده نیست، اینکه اصرار قرآن روی معاد است، برای اینکه هر کس به هر جایی رسید در اثر اعتقاد به معاد بود. البته اعتقاد به معاد فرع بر اعتقاد به مبدا است. انسان وقتی معتقد است
که همه اعمال او زنده است به حساب و کتابی دارد، خب مواظب اعمال خودش است دیگه. اونی که مواظب هست برای اینکه میدونه این عمل زنده است با جواب بده، این است که سازنده است. رو مسئله معاد قرآن خیلی تکیه میکنه و همه مفاسد اخلاقی را روی فراموشی معاد میداند. میفرماد بلان که چون قیامت یادشون رفته. اینه که مسئله مراقبت، مسئله محاسبت و مانند اون مطرح هست، برای همین است. لذا گاهی خدا خودش قسم میخورد، میفرماد والله معاد حق است. گاهی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور میدهد که بگو قسم به خدا معاد حق است. در سوره مبارکه تقابل آیه 7 این است: زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. اینا گمانشون این است که دیگه مبعوث نمیشن، معادی نیست. قل بلا و ربی لتبعثن. چرا؟ معاد حق است. قسم به خدا شما مبعوث میشوید. یعنی خدا را مشرکین قبول داشتند، به خدا قسم هم یاد میکردند، به الله قسم میخوردند. قسم به الله پیش مشرکین محترم بود. اونها مارکسیست نبودند، اونها موحد بودند در توحید ذاتی، توحید خالقی، توحید ربوبیت مطلقه. در این سه مرحله موحد بودند. قرآن فرماد که همه اینها را قبول داشتند. تو مرحله چهارم و پنجم مشرک بودند، گرفتار ارباب متفرقه بودند، در قبال رب العالمین ارباب قائل بودند، این یک. و در نتیجه غیر خدا را عبادت می کردن، این دو. در مرحله چهارم و پنجم مشرک بودن، ولی در اون سه مرحله خب اینا موحد بودن. و قرآن هم رو توحید اینها صحه گذاشت. همون اگه از اینا سوال بکنی خالق آسمان و زمین کیه، میگن خدا. از اینها سوال بکنی که رب العالمین کیه، میگن خدا. اما از اینها سوال بکنی که رب شما کیه، میگه فلون ستاره یا فلون فرشته یا فلون قدیس بشری و مانند آن. خب پس خدا مورد اعتقاد مشرکین بود و به او هم سوگند یاد می کردن و قبولش داشتن. لذا خدا به پیغمبر می فرماید که به خدا قسم بخور، به او قسم به خدا معاد حق است. قل بلا و ربی لتبعثن. حالا اون نوع تأکید ثقیله هم هست، سوگند هم هست. و از این است که مسئله معاد مهمتر از مسئله مبدأ است، برای این که معاد همون مبدأ است به علاوه اسماء حسنای دیگر. و خدای با همه اسماء حسنا و صفات علیا اهم از خدای بی اسماء حسناست. در حقیقت اونی که بدون اسماء حسناست، یعنی حسیب توش نیست، ملجأ توش نیست، ربوبیت جزئی و کلی توش نیست، حساب و کتابی توش نیست، رقیب نیست، این خدای با اسماء و حسنا و صفات اولیا نیست در حقیقت. خب اما حالا وارد اون مسئله نفاق. برای اینکه در سازندگی انسان، خب اعتقاد به مبدأ چه نقشی دارد وقتی ما به ربوبیت و اعتقاد نداشته باشیم، به اینکه رقیب است اعتقاد نداشته باشیم؟ خب البته، یعنی با همه اسماء الحسنا. مشرکین ما قدر الله قدره در قرآن میفرماد به اینکه اینا خدا رو درست نشناختند، بل اینکه نبوت و وحی و رسالت رو منکرند، معاد رو منکرند. خب اون خدایی که بشر رو آفرید به اونها رها گذاشت، هیچ هدایتی برای اینها نفرستاد که رب العالمین نیست. اون خدایی که بشر رو خلق کرد و هدفی برای او مقرر نکرد، یعنی معاد، او که دیگه خدای کامل نیست. لذا در دو بخش قرآن که یکی راجع به وحی و نبوت است، یکی راجع به معاد است، فرمود و ما قدر الله قدره. اونا اونطوری که باید خدا رو بشناسن نشناختن، یعنی اونطوری که واجب است بشناسن، وگرنه خدا را اونطوری که هست که خب هیچ کس نمیتواند بشناسد. این ما عرف الله حق قدره، این ادای ملکه است، یعنی اون مقداری که باید بشناسن نشناختن. البته خدا اونطوری که هست همه برانن که ما عرفناک حق معرفته، ولی اون مقداری که باید بشناسن نشناختن. اونایی که منکر معادن خدا را درست نشناختن، اونایی که منکر مبدعن خدا را درست نشناختن. دیگه مبدأ و معاد یکیست دیگر، برابر سوره حدید هو الاول و الاخر است دیگر، چون که هو الظاهر و الباطن. دیگه مبدأ و معادی ما نداریم، یک حقیقت است که هو الاول و الاخر.
این که آمدن تجزیه کردن اسمای حسنای الهی را، بعضی از اسما را قبول کردن بعضی را قبول نکردن، در حقیقت نؤمن و به بعضی به نکفر و به بعضی شد که در حکم کفر جمعی است، چون مجموع خارج داخل خارج است. همونطوری که آیات الهی اگر تبعیض بشد به منزله انکار کل است، اسمای حسنا هم به شرح زد. اگه کسی بعضی اسما را قبول کند بعضی اسما را قبول نکند، منزله ترک کل است. خب رو این اهمیت است که قرآن کریم گاهی استدلال میکند در مفاصل اخلاقی. بفهمید مشکل اخلاقی اینه که اینا این معاد یادشون رفته، به ما نسو یوم الحساب. چون ممکن نیست کسی حساب رأس خود باشد و متوجه باشد که همین عمل زنده است و دست به گناه بزند. اینه که در لا یزنی زانی و هو مؤمن، لا یسرق سارق و هو مؤمن، به همین جهت است دیگر. برای اینکه انسان در حینی که دارد گناه میکند معاد یادش رفته، علم حصولی دارد، تصور دارد، ولی باور ندارد. چون اگه کسی باور داشته باشد لاقل آبرو خودش میخواد دیگر، باید اون رسوایی علنی رو چه کند؟ چرا علنن کسی دزدی نمیکند؟ برای اینکه آبرو خودش میخواد. در پایان سوره مبارک آل عمران گذشت که ربنا من تدخل النار فقط اخزیته، آبرو رو بردی، اونم ان الاولین و الاخرین. بنابراین هر مشکلی که پیش میاد در اثر فراموشی معاد است. لذا گاهی خدا ذات اقدس الله خودش قسم یاد میکند، گاهی هم به پیغمبر فرماد که بگو به خدا قسم معاد حق. بله دیگر. خب حالا اینا که خدا را فراموش کردن، در حقیقت خودشون هم گم کردن، به فکر همه چیز هستن ولی به فکر خودشون نیستن. البته چون مبدأ همون مبعاد است، بیگانه نیست. این تجزیه و تحلیل برای تبیین مسئله است، وگرنه همون کسی که هو الاخر است همون کس هو الاول است. همانی که انا الیه راجعون همان است که انا لهو، به دیگری که نیست. همون اللهی که انا لهو همون الله انا الیه راجعون، دیگری که نیست. اونهایی که در حقیقت معاد را منکر شدن الله را نشناختن. لذا در باره منکرین معاد همون و ما قدر الله حق قدره. خب حالا وارد اصل بحث که میشیم، میبینیم که ذات اقدس اله بله، اون در حقیقت جهنم است. یعنی جهنم هجران بدترین جهنم است. یه وقتی جهنمی است که بدن میسوزد، یه وقتی جهنمی است که روح میسوزد. اون جهنمی که بدن میسوزد همین جهنم معهود است که کلا ما نزیت جلودهم بدلناهم جلودا غیره. یه جهنمی است که روح میسوزد که فرمود نار الله المنقده التي تطلع على الافئده، این رو فاد سر میکشد. کسی که غم هجران حق دارد، آتش در درون جان او شعله بر است. لذا تو دعای کمیل می‌فرماد به این که آتش جهنم قابل تحمل هست، اما اون آتش چه کنی؟ اونم در حقیقت از آتش می‌ترسد. منتها اون آتش چون درکش مقدور ماها نیست، ما خیال می‌کنیم اون جهنم نیست. نه، اونم جهنم است. همونطوری که بهشت دو قسم است، یک قسم جنات تجری من تحت الانهار همین بهشت حسی است، یه بهشتی هم فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، یه جنت اللقاست. جهنم هم این چین است، یه جهنم حسیست به کل ما نزید جلوده هم بدلنام جودن غیرها. یه جهنم هجران است دیگر که نار الله المقده التي تطلع على الافئده. اگر خدا با کسی قهر کند و حرف نزند، اون چه دردیست اون روز انسان میکشد. انسان امروز که درد نمیکشد برای اینکه بیهوش است. اگر خدا با او نگاه نکرد، خدا با او حرف نزد، او کلام خدا را نشنید، در مشمول لطف خدا نبود، درد هم احساس نمی کند، چون مست است. حالا یا مست جوانی است، یا مست مقام است، یا مست دنیاست، خلاصه تکاثر مستی می آورد. فرمون لعمرهم انهم لفی سکرتهم یغمهو. خب سکرت دارن دیگه، مستن دیگه. خمر را چون مایه مخمور شدن عقل است میگن خمر، وگرنه مستی که مخصوص شراب نیست. یکی از چیزهایی که عامل مستی است شراب است.
و حکم فقهی خاصی هم دارد، وگرنه اون که مغرور است اونم مست است، اونی که گرفتار جوانی است مست است، اونی که گرفتار مقام است مست است. مگر اینا مستانه زندگی میکردن که قرآن فرمود لعمرهم انهم لفی سکرتهم یعمهون، یعنی در حال سکره هم. حالا یا مقام زده بودن یا جاه زده بودن یا علم زده بودن یا مال زده بودن، همین مشکلات دارن دیگه. آدم مست را شما اگه دستش به بری احساس نمی کند، چون تقریبا احساسی ندارد. بیهوش هم همینطور است. الان درد هست که انسان حرف خدا را نمی شنود، فردا که بهوش آمد این درد رو احساس می کند. لذا تو همون دعای کمیل است که این جهنمی که نزجت جلودهم بدلنا جلدن غیرها همین جهنم معهود، این حبنی سبر تو علا حر ناره که اما فکیف اصبر علا فراه که اون قابل تحمل نیست. بنابراین همونطوری که بهشت دو قسم است، جهنم هم دو قسم است در حقیقت. همونطوری که جنت و لقا داریم، جهنم هجران هم داریم. همونطوری که جنات و تجدی من تحت الانهار داریم، کلما نجر جرود هم بدلله هم جردن غیرها داریم. حالا همونطوری که بل من خواف مقام ربهی جنتان، بل من لم یخف مقام ربهی هم جهیمان، اونا داره دو بهشتن. حالا عده تلاش و کوشش میکنن که این دو بهش کجاست، چیه، چی جوره، به زحمت افتادن بگن اینا چون دوتا کارهای خوب کردن لذا دوتا بهش دارن، اما دیگه نرفتن به سراغ این که این دوتا بهش فرق جوهریشون چیه و دوتا بهش دیگری هم باز در کنار اون هست و من دونه هما جنتان، اون دوتا بهش چیه. فقط به این فکر افتادن که بگن این چهار تا بهش دار، برای اینکه چهار تا کار خیر کردن. خب حالا فرق اینها چیه؟ یعنی چهار تا باغ اینجو، یا یکی از باب جنات تجریم تحت الانهار است، یکی هم فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی است. جنتی، جنت و ذات، جنت الله، غیر از جنت و شجر و حجر است. جهیم هم همینطور است. اگر نبود این دعاها خیلی از آیات حل نمی شد. این دعاها هر کدام به نوبه خود مفسر خیلی از آیات الهی است. بر تقدیر فرمود به این که شما گاهی مأمور به اتحادی، گاهی منهی عن الافتراقی. اونجا که مأمور به اتحادی مثل آن است که فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا و مانند، اونجا که منهی عن الافتراقی، اونجایی که فرمود فما لکم فی المنافقین فئتین، چرا درباره منافقین دو تا نظر دارید؟ مگر روشن نشد؟ اول قرآن تحلیل میکند، تعلیل میکند، تبیین میکند، از باب یعلمهم الکتاب و الحکمه، بعد تشریع میکند. در بخشی از آیات ذات اقدس الله فرمود یبین لکم، یعنی ما این چه نیست که همه جا به نحو تعبد بگیم روزه بگیرید، نماز بخونید، جهاد بروید، این چنین نیست. در خیلی از موارد برای شما تبیین میکنیم. یبین لکم الآیات لعلکم تعقلون، حالا که مسئله مثل دو تا چهار تا روشن شد اونگاه دستور میدهی. اینجا هم از همون قبیل است، اول تعلیل هست، تبیین هست، تحلیل هست، بعد تشریع. میفهمه چرا دو گروهی، یه عده نظر مساعد دارید، یه عده نظر غیر مساعد. فخر رازی در زیر این آیه 6 تا شأن نزول ذکر میکند. اینا هر جریانی رو به عنوان شأن نزول تلقی کردن. اولا این چنین نیست. در بین این شأن نزول ها ششگانه بعضی از اینها اصلا مطابق با آیه نیست، چون که خودشون هم متوجهند و تذکر دادن. اون قسمت روشن از شأن نزولی که ذکر کردن است که عده‌ای از افراد به حسب ظاهر در مکه اسلام آوردن، بعد باطنن با کفار هماهنگ بودن و به بهانه این که برای ما مقدور نیست هجرت نکردن، در همون مکه بودن، جزء معاونین و معینان و دستیاران کفار بودن. این منافقین در مدینه که قدر متیقن مشمول آیه ایناست. عده هم گفتن در جریان جنگ احد منافقانه بیرون آمدن، بعد کم کم به مرز مکه رفتن. عده هم به بهانه های دیدار خودشونو به مکه رسوندن. عده هم به نحو مرموز در مدینه زندگی میکردن. اینا رو خواستم بگن که مشمول آیند و شأن نزول آیند. اون منافقینی که تو مدینه بودن یقینا مشمول این بخش از آیه نیستن، برای اینکه آیه مغیاست. همون با این منافقین هماهنگ نباشید، اینا را نپذیرید تا اینا هجرت کنن. معلوم بشه بعد این منافقین غیر مهاجرن، نه منافقین مهاجر.
پس در شأن نزول اون منافقینی میتوانند مصداق باشند که هنوز در مکه موندند و پاشون به هجرت حرکت نکرد. این یه مطلب. مطلب دیگر، قرآن اول تبیین میکند بعد تشریح. میفرماید اولا اینها رکسن، اینها بنهای اولیش برگشتن. رکس یعنی رجوع، منکوس یعنی راجع. این روس را مدفوع بعض از حیوانات رو میگن رجیع، روس هم میگن، رکس هم میگن، رجیع هم میگن. این مرتدین روس و رجیع هم چون به همون جاهلیت آلوده برگشتن. اگر انما مشرکون نجس، حالا نجس فقهی نباشد، نجس کلامی که هست، اگر انما مشرکون نجس، اینا نجس بودن، به حسب ظاهر اسلام آوردن، دوباره رجیع شدن، منحرف اولی برگشتن. اینا رو میگن رجیع، مرتجع، روس و رکس. خب همون والله و عرکس هم چرا؟ به ما کسبو، نه این که ذات اقدس الهی که اساس وحیش برای تدهیر است فرمود خداوند وحی نازل کرده و احکام صادر کرده لیطهرکم، خواست تدهیر بکنه. حالا اگر کسی به سوی اختیار خودش رجیع شد، این دیگه عمدن خود را آلوده کرد. پس بله و عرکس هم، اما به ما کسبو، این یکی. پس اینا آلوده. مطلب دوم این است که شما چجور میخواد اینا را هدایت کنید؟ اگر کسی با سوی اختیار خود راه را بست و خدا او را به حال خود رها کرد، نه راه دارد نه راه نما. گاهی خدا می فرماد که یه سر راه ندارد، که وقتی راه ندارد شما چی رو هدایتش بکنید؟ کسی که افتاده تو چاه، راه ندارد تا شما راه نمایی بکنید که از طرف راست بیای از طرف چپ برو. یه کسی که تو راه هست، توان رفتن دارد، اون راه بلد، راه نمایی میکند که از طرف راست برو یا از طرف جلو برو. حالا یه کسی بیراه بود، مثل راه نبود، اینجا برای راه نمایی نیست که. لذا فهمود فلن تجد له سبیل، این یکی. گاهی هم میفهمد که فلان تجد لهو ولیان مرشدا، اون که میتواند والی باشد، ارشاد کند، چون به اذن خدا ولایت به ارشاد را به عهده دارد، چون به خدا اجازه ندهد این کار را نمی کند. یه همچه آدم بیراهی افتاده در رکس جاهلی ولی و راهنما ندارد. خب اگه کسی راهنما نداشته باشد چی رو مقصد میرسد؟ این دوتا. چون لله جنود و سماوات و الارض، شما چجور میخواید کسی که نه راهنما دارد نه راه دارد، شما چجور میخواید اینا رو هدایت کنید؟ این برهان عقلی از شما بر میاد کسی را که خدا به حال خود رها کرده برخلاف خواسته خدا شما به دستش بگیری؟ خدا او رو مهلت داد سالیان متمادی، 13 سال به او مهلت داد در مکه، بعد هم که مدینه نظام اسلامی مستقر شد چند سال به اونها مهلت داد، تقریبا 15 سال به او مهلت داد. این همه مصائب را شما تحمل کردید، این مرموزانه به سود مشرکین و علیه مسلمین تلاش کوشش میکرد. خب همه کارها رو کرده، خدا هم او رو به حال خود رها کرده. اگر کسی را خدا به حال او خود رها کند، نه راه دارد نه راه نما، و از شما چی کار برمیاد؟ اتویدون ان تحت من اذل الله، در حالی که و من یذل الله فلن تجد له سبیلا. این میشه تبیین. کذالک یبین لکم الآیات، نه یبین یعنی یتلو، یتلو را خود خدا تلاوت میکند بعد پیغمبر تلاوت میکند. این میشه مسئله قرائت قرآن، این تبیین نیست. بعد از اینکه مسئله مثل دو تا چهار تا روشن شد و برای تبیین روشن‌تر و بازتر یه حکم دیگر را ذکر می‌کنند کنن و عرض می‌کنیم، اومد اون حکم تشریعی میاد. می‌فهمد الانم که شما بیجا برای اینها دلسوزی می‌کنید، اینا در صدد تکفیر شما هستند، یعنی شما را کافر بکنن، نه به کفر نسبت بدن. و دولو تکفرون کما کفرون فتکولون سبا هم، اونا نتوانستن مثل شما بشن ولی می‌کوشن شما را مثل خود بکنن. همکنون پس شما بعد اینها دلسوزی میکنی. ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواعن، بشه مساوی هم. خب الان هم اینجوره، اومد شما در باره اینها اختلاف دارید، بعضی میگن که ما کاری بینا نداریم، این آدم های خوبی هم، بلکه هدایت بشن. این چنین نیست، این میشه تبیین. پس
بله و ارکسه هم معلل است به ما کسبو. اتوریدون ان تهدو من ازل الله، این معلل است به من یزیر الله فلن تجد له سبیلا. هر کدام مدعا است دلیلش هم در کنار اوست. این اتوریدونه قضیه سالبه است، نه قضیه موجبه، چون استفهام انکاری است. اتوریدونه یعنی لا تقدرون ان تهدو من ازل الله، چرا؟ چون من یزیر الله فلن تجد له سبیلا، و اگر سبیل نبود راهنما چی راهنمایی میکنه؟ چون راهنما سالک را به راه آشنا میکنه. حالا اگر راه نبود هدایت مقدور نیست. خب بعد هم فرمود بعد دولو تکفرون کما کفرو فتکونون سواء. الان هم علاقه و آرزوشون اینه که شما کافر بشوی. حالا که این چیز است پس فلا تتخذوا منهم اولیا. الان هم خدا ارحم الراحمین است، نفرمود بزنید بگیرید بکشید، همون الان هم راه بازه. راه اینها دو تا هجرت است، اول هجرت کبرا بعد هجرت صغرا. نه هجرت صغرا، هجرت صغرا مهم نیست، هجرت صغرا رو منافقین هم داشتن. اول هجرت کبرا، هجرت از کفر به اسلام، یعنی توبه بکنن مسلمان بشن. بعد هجرت صغرا یعنی از مکه به مدینه مهاجرت کنن. فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله، نه یهاجروا من المکه الى المدینه. این هجرت صغرا مقدور خیلی هاست، این کوش کردنه، این که مهم نیست. سایر منافقین هم هجرت کردن از مکه و مدینه آمدن دیگه، این که هجرت فی سبیل الله نبود. حتی یهاجروا فی سبیل الله یعنی حتی یتوبوا و یسلموا و یهاجروا هجرتا کبرا اولا ثم یهاجروا هجرتا صغرا ثانیا. حتی یهاجروا فی سبیل الله، اگر هجرت کبرا کردن، خب اگر هجرت کبرا کردن یعنی مسلمان شدن، باید به احکام اسلام ملتزم بشن و عمل کنن. بودن یک مسلمان در دار شرک که نتواند احکام دین را پیاده کند حرام است دیگر، چون که سفر به دیار کفر که انسان نتواند دستورات اسلامیش انجام بدهد حرام است دیگر. حالا اگر کسی برای تحصیل یا غیر تحصیل میخواهد به کشور شرک برود که نمیتواند اونجا نماز بخواند، نمیتواند روزه بگیرد، نمیتواند حجابش حفظ بکنه، خب اینا حرام است دیگه. سفر به بلاد کفر در صورت این انسان نتواند احکام دین شرع انجام بدهد، خب حرام است دیگه. خب پس اینها تا هجرت کبرا نکنن اولا، یعنی توبه نکنن و مسلمان نشون، بعد هجرت صغرا نکنن، شما اونها رو به عنوان دوست انتخاب نکنید. چون خیلی ها بودن یا بعضی ها که هجرت کبرا کردن واقعا مؤمن بودن ولی هجرت صغرا را انجام ندادن، یعنی نیامدن از مکه مدینه، گرفتار همون بلاد شرک بودن. او رو در سوره مبارکه انفال فرمود که اینا اولیای شما نیستن مگر اینکه برگردن. این چنین نیست که صرف هجرت کبرا کافی باشد. در سوره مبارکه انفال آیه 72 فرمود به این که والذین آمنوا اما ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا. اینا که واقعا مؤمنن، مسلمانن، منافق نیستن، ولی فاسقند، مسلمان و مؤمن فاسقند، نه اینکه منافقند. حالا اگه کسی مسلمان بود غیبت کرد، این که منافق نمیشود که. هجرت یه حکم تکلیفی است، واجب است. حالا اگه کسی هجرت نکرد و تنبلی یا جهاتی دیگر، نه برای اینکه معین مشرکین باشد، بلکه برای اینکه سخت بود برای او، مثل کسی که ماه رمضان روزه خورد، اینکه کافر و منافق نمیشود که، این فاسق است. فرمود اینا که تو مکن هجرت کبرا کردن ولی هجرت صغرا را انجام ندادن، یعنی نیامدن، جز اولیای شما نیستن. چه رسد به اینا که نه هجرت صغرا دارن نه هجرت کبرا. خب حالا وقتی که این چنین شد، یعنی حدود کلی مشخص شد، فرمود اگر این کار را انجام دادن تا آخرین لحظه، یعنی بعد از 15 سال شرک و نفاق و درویی و توطئه کردن، بازم ذات اقدس اله راه را باز کرد با همه توطئه. این میشه ارحم الراحمین. یعنی انسان در ظرف 15 سال کارشکنی بکند یا کمتر، به باز خدا او را بپذیرد، اونم بدترین کارشکنی را. این معنای سعه رحمت خداست. حالا اگر کسی نکرد این کار را، فرمود فی انتولو حالا فخذوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم، همون تعبیری که در سوره مبارکه
توبه درباره مشرکین بیان کردن. در سوره توبه آیه 5 درباره مشرکین فرمود بین که فیزن سلخ الاشهر الحرم، اون پیمان 4 ماه که گذشت، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم، همون تعبیر درباره همچین منافقین میکنه، برای اینکه اینا با مشرکین یکسانن دیگر. چون ود لو تکفرون کما کفرو، همونطوری که منافقین اینطور بودن درباره منافقین، مگر اینکه این نبودن. آیه دوم سوره ممتحنه این است که فرمود مشرکین اینطورن، مشرکین یکون لکم اعضا هم و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بسو و ودوا لو تکفرون، مشرکین علاقمند شما کافر بشید. این منافقی را میچینن. پس اینها روحن همون کافر و مشرکن، لذا قرآن فرمود ان الله جامع الکفار و المنافقین به جهنم جمیعا. همونطوری که مشرک میکوشد شما کافر بشوید، این گروه از منافقینی که در مکه موندند و دستیاران اولی مشرکین بودن هم میکوشند شما کافر بشوید. لذا همونطوری که در باره مشرکین دستور آمد است که فقتلوهم فخذوهم، اینجا هم دستور آمد که خذوهم فقتلوهم. پس این تشریع تعبد محض نیست، نظیر رمی جبره. بعد از اون همه تبیین است، بعد از اینکه فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه، یه یتلوست که یتلو علیهم آیاتی، این مسئله تلاوت است. یکی یعلمهم الکتاب والحکمه، یعنی یتلو علیهم الکتاب و آیات اولا، ثم یفسرو و یبینو و یعلمهم الکتاب والحکمه ثانیا. خدا اینچنین کرده، اول تعلیم داد، حالا که فرمود اینچنین شد فقتلوهم. والحمدلله رب العالمین.